درود گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس برنامه دیدگاه. از این لحظه همراه دو تن از یاران این برنامه، آقایان دکتر قره‌گزلو و سیاوش اوستا، به مدت یک ساعت در خدمت شما هستیم و زبد خبرها و مسائل روز ایران را کاربرد شکافی میکنیم. یکی از مسائل بسیار مهم که دوست عزیزم فریدون توفیقی هم در ابتدای برنامه بهش اشاره کرد، این هدفی بود که مدتها علم الهدا آخوند دوزاری که مرتب میگه من ایرانی نیستم، من عراقی هستم، دنبالش بود و اون ویران کردن مجسمه فردوسی طوسی در مشهد بود و در طوس. گمان میکنه این آخوند که با ویران کردن این آرامگاه شاعر ملی ایران که در هر حال انتقامی که این علم الهدا به قول خودش گرفت میتونه او را از در حال صحنه حذف بکنه و این فریاده که ایرانی بودن فردوسی رو در حال از بین ببره، ولی نتونه، مسلما نخواهد توانست، چرا که تمام اشعار فردوسی در سایت گوگل قابل دسترسی است و هر هنگامی که اراده بکنه هر ایرانی بخواد اشعارش رو در حال بشنوه و گوش بده یا اینکه بخونه، میتونه به سایت گوگل مراجعه بکنه و فردوسی رو بخواد و یا شعری رو که مورد نظرش بخواد که بلافاصله در اختیارش میذارن و این شاعر ملی ایران رو با ویران کردن آرامگاهش نمیشه از صحنه ها حذف کرد. اینا همشون دلنگران اینن که او همیشه یاد ایران میکرد و ایران رو در حال بالاتر از همه میدونست و این داستان علم الهدا دنبالش بود و بارها هم تکرار میکرد که من بالاخره این آرامگاه رو از بین میبرم، که خب آرامگاه رو از بین برد. ولی شکی در این نداشته باشین که وقتی این رژیم ددمنش جنایتکار کثافت با این مهرهاش از صحنه ایران حذف شدن، بار دیگر مردم ایران بهترین آرامگاه رو برای مرد بزرگ ملی ایران خواهند ساخت. یکی از مسائل مهم روز در ایران در حال باز شدن تدریجی مهرهای حساس رژیم هست که به حالت جاسوسی میکنن در انگلیس و امریکا و اسرائیل و به تدریج اسامیشون داره رو میشه و هیچ کس تصور نمیکرد که روزی حکومت بیاد و این مهرها رو، مثل مهرهایی مثل علی شمخانی رو رئیس شورای امنیت ملی حکومت بوده، این آدم فکر کنن اینا که این جاسوس بوده برای انگلیس، برای اسرائیل، اینا کار میکرده. خب اینا از شغلش برکنار کردن و یکی از مهرهای سپاه رو به نام احمدیان به جای او گماشتن. بله، این روز سه‌شنبه گذشته هم محمد باقر قالیباف که کارنامه پر از رسوایی و دزدی و فساد در کارنامه‌اش داره، بار دیگر به ریاست مجلس برگزیدن. البته در جریان این انتخابات یکی از نمایندگان به نام الیاس نادران به او حمله کرد و تاخت و از شیوه ها و عملکردهای او در دورانی که شغلهای مختلف ویژه در شهرداری داشت که تمام انبار شهرداری از خونه و زمین و اینا رو نه تنها به فرماندهان دیگر، فرماندهان سپاه سپول، بلکه همه اعضای خانواده خودش و همسرش رو در حال تعدادی از این خونه ها رو واگذار کرد بهش. او در دوره تصدی خود در ریاست مجلس هم
سیستونی گیت و سوریه گیت رو در پشت قباله شغله خودش داره. امین قالیباف اخیراً به تبعیت از ارباب کلش که از او حمایت بکنه اسد علی شروع کرد به زنانی که بی حجابن حمله کرد و اعتراض کرد و گفت که اینا هنجار شکنن و باید تنبیه بشه. بله، این آقای پوتین هم به تدریج داره دچار مشکلاتی میشه. یک هواپیمای در حالت بالای ساختمون محلی که در اون زندگی میکنه عبور کرد از اونجا و به هر حال گفته میشه که یک پهپادی بوده که یک انفجاری هم در اون منطقه انجام داده، ولی این انفجار روی خونه محل زندگی پوتین نبوده. ولی پوتین الان رویارویی و درگیری با مسائل داخلی داره. پیدا بود به تدریج که این سربازان روسی رو آورده در حال اوکراین، همطور یکی بعد از دیگری میکشه که تعدادش خیلی در حال زیاد شده که سر و صدا ایجاد کرده. قمرو در داخل روسیه مشکل ایجاد میکنه، برای اینکه خانواده ها بهش حاضر نیستن به خاطر حمله به اوکراین که بیان تمام جووناشون کشته بشن و تعدادشون بسیار زیاد این کشته شده. بنابراین همه خود منم در انتظار این بودم که سر و صدایی در داخل روسیه به وجود بیاد که این سر و صدا ایجاد شده، ولی خب مسلما سرکوب کنه و شروع کردن. ولی در داخل پوتین با مشکلات بسیار مخالفانش روبرو شده که تعدادی از اونا رو دستگیر کردن. و آخرین نکته‌ای که در این باره در خبرها هست، نشانه‌ها و حقایق حاکی از آن است که عامل حمله‌ای که در روی در حال مسکو و خانه اطراف خانه پوتین کردن، پهپادها در شب به پرواز در آمدن و هدفشان جنبه تخریبی داشته و حامل پیامی تهدیدآمیز بوده برای پوتین. با این حال نهاد ریاست جمهوری روسیه سعی کرد که از این حمله پهپادی برای افزایش محبوبیت پوتین و راه اندازی کارزار جدیدی برای جذب نیروی جنگی استفاده کنه، به ویژه اینکه مردم روسیه هر گونه بسیج برای جذب نیرو رو نادرست میدونن. و این پرسش رو مدارم، چرا جوانهای ما باید به خاطر حمله به اوکراین یکی بعد از دیگری کشته بشن؟ که همین مسئله به راستی در داخل روسیه برای پوتین مشکل آفرین داره میشه و سر و صداها زیاد شده که خب اونم دست به سرکوب اینا زده، سرکوب شدید مخالفه. بله، ماموران پلیس روسیه حملات عمده‌ای را به دست کم 150 خانه و دفاتر متحدان و یاران مرتبط با الکسی ناولنی که از مخالفان قدیمی پوتین هست شروع کردن بازرسی خانه ها رو در مخصوصا در 39 شهر روستا از جمله سن پترزبورگ. این اتفاقات 4 روز پس از انتخابات محلی و منطقه‌ای به وجود پیوست که طرفداران پوتین، حزب طرفداران پوتین، حزب روسیه متحد، آرای خود را در روسیه به او دادن. لطفاً آقای دکتر قرارگزاری بگیریم با ایشون صحبت بکنیم. آقای ماجرای جنگ اوکراین هر روز داره یک جنبه های تازهی پیدا میکنه و پوتین رو درگیر با مسائل داخلی همطور که عرض کردم کرده. و آقای بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که به زودی جنگنده های F-16 امریکایی در اختیار اوکراین قرار میگیره و حضور این جنگنده جریان جنگ رو به زیان پوتین عوض میکنه
و براش دردسر ایجاد میکنه. به هر حال در خبرها میبینیم که به ویژه ایندیپندنت لندن گزارش داده که این آقای پوتین بر لبه پرتگاه در حال حاضر ایستاده و در داخل شوروی با وجود اینی که داره سرکوب میکنه مخالفان خودشو، ولی بعیده که این ماجرا به نفعش تموم بشه و براش مشکل تازه ایجاد نکنه. این مسئله تولید بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی هم یک مسئله جالبیه که امریکایی‌ها اعلام کردن برای اینکه بتونن با اون مبارزه بکنن و بمبارانی که میکنن دچار مشکل همه ایران رو نکنه، یه بمب امریکایی‌ها ساختن که برای اهداف زیرزمینیه و این بمب تا عمق زمین که جمهوری اسلامی در اونجا سپاه پاسداران دارن در حال فعالیت‌های اتمی میکنن اونجا رو ویران میکنه و به زودی امریکا ممکنه از این بمب استفاده بکنه. البته در خبرها هست که جمهوری یعنی اسرائیل اعلام کرده که سپاه پاسداران داره اغلب کشتی‌های تجاری رو با کشتی‌های نظامی تبدیل میکنه و در اون وسایل مختلف نظامی، پرتاب موشک، اینا رو در این کشتی‌های تجاری نصب میکنه تا در دریا هم دچار مشکلاتی ایجاد بکنه و در حال هم خودش رو دچار مشکل بکنه و هم برای در حال سایر کشورها. درود گرم شما آقای دکتر قرقزلوی عزیز. با درود فراوان بر جنابعالی جناب شهرتی، مهمان عزیزتون جناب اوستا و همه بینندگان گرامی در خدمتتون هستم. بسیار ممنونم از محبت شما و لطفی که کردین. هدف این است که ببینیم شما هفته گذشته شما رو به قول امریکایی‌ها میس کردیم، ناراحتی چشم داشتین که الحمدلله برطرف شده و از سرحال و غبراق هستیم و میخواستم که خواهش کنم ببینم چه مطالبی در زمینه ایران در اختیار داریم. در ایران جناب شرفشوی همطور که میبینیم علی خامنه‌ای به جای آشتی با مردم به جان آمده ایران همچنان سیاست برخورد با خواسته های مشروع معترضان را به اجرا در آورده و ماشین اعدام او بی‌وقفه قربانی می‌گیرد و او برای به اصطلاح خاموش کردن صدای برحق مردم مسئله حجاب را بهانه کرده و باز به زنان و دختران مبارز سرزمین ما سخت می‌گیرد، قدرتش را به رخ میکشد. رستوران ها اماکنی که بیهجابان در آن تردد میکنند بسته میشود و برخلاف حتی قوانین جمهوری اسلامی مانع کسب و کار مردم میشوند و با ایجاد مزاحمت برای دختران و بانوان کشورمان میبینیم حتی صدای اعتراض بانوان در بند و زندانی را هم در آورده و آنان در نشستی که در زندان اوین برپا کردند این اقدام جمهوری اسلامی را به شدت مورد انتقاد قرار داده و خواهان عبور از جمهوری اسلامی شدند. میبینیم در پی اعدام سه معترض در ایران و افزایش تشکیر آمار اعدام و سرکوب ها علیه شهروندان، اتحادیه اروپا نیز در بسته جدید تحریم های حقوق بشری خود پنج مقام جمهوری اسلامی و دو نهاد وابسته به سپاه پاسداران را تحریم کرد. در فهرست جدید این تحریم ها نام سازمان بسیج دانشجویی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران قرار دارد.
علاوه بر این اتحادیه اروپا سلمان عادل بن فرمانده یگان امداد تهران بزرگ، محمد امین آقا میری دبیر شورای عالی فضای مجازی، محسن نیکورز دادستان سابق شهرستان سیرجان، نادر مرادی معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران و سعید منتظر المهدی سخنگوی فرماندهی کل انتظامی ایران را تحریم کرد. بیشتر وزیر خارجه آلمان اعلام کرده بود که وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود که دیروز برگزار شد درباره تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری خواهند کرد. وزیر خارجه آلمان در این زمینه افزود که اعضای بیشتری از سپاه پاسداران به فهرست تحریم‌ها اضافه خواهند شد و تأکید کرد بسته تحریمی جدید نشانه روشنی است که ما در کنار مردم ایران هستیم. او با اشاره به نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت زیر پا لگد شدن حقوق زنان به دلیل حجاب و مسموم شدن دانش آموزان در ایران هرگز قابل پذیرش نیست. همزمان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با اشاره به اعدام سه معترض دیگر در اصفهان اعلام کرد که روز دوشنبه در نشست وزرای خارجه این اتحادیه بسته تحریمی جدید علیه مقامات جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر به تصویب خواهد رسید. و همچنین که به عرضتون رسوندم یا به شرفشاهی گروهی از زندانیان زن محبوس در اوین هم در تحصن خود در اعتراض به اعدام های اخیر از جمله اعدام دو نفر در عراق به اتهام صدب النبی و سه معترض در اصفهان و ضمن اعلام این که اعدام ها موجب بقای جمهوری اسلامی نخواهد شد گفتم مردم به این حکومت خونخوار و زن ستیز پایان خواهند داد. این بانوان خانم نرگس محمدی، فائزه هاشمی، بهاره هدایت، گلرخ ایرانی، بیدا ربانی، سفیده قلیان، نسرین خضری جوادی، شکیلا منفرد، زهره سر و مهوش شهریاری در این مراسم که ساعت 6 روز شنبه در حیات بند زندان اوین برگزار شد شرکت کردند و خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در این تحصن گفت حکومت با اعدام و کشتن مردم به طرز وحشیانه انتقام جنبش انقلابی را میگیرد. به افزود ایران 1402 ایران 1360 نیست. اگر دهه 60 کارکرد اعدام، ایجاد روب و وحشت و سرکوب جریانات و گرایشات مختلف بود که به منظور تثبیت و تداوم حکومت استبدادی انجام میشد، اعدام های اخیر ضد این کار کرد را خواهند داشت. محمدی تأکید کرد یقین دارم که اعدام های صورت گرفته در شرایطی که مردم به پا خواسته و اراده قطعیشان برای پایان بخشیدن به حکومت دینی استبدادی قرار گرفته نه تنها به خفقان و سرکوب جامعه و تداوم حکومت نخواهد انجامید بلکه چرخه اعتراضات عمومی را شدت خواهد بخشید و تصمیم راهبردی رادیکال جنبش انقلابی یعنی پایان بخشیدن به جمهوری اسلامی را به قدرت و مطالبه عمومی مردم تبدیل خواهد کرد. و در پایان این فعال حقوق بشر افزود
به نظر من تاوان و پیامد هر اعدام برای حکومت تکثیر و تشدید قدرت مردمی برای سرنگونی این حکومت خواهد بود. از جامعه جهانی و رسانه‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری و زنان جهان می‌خواهم برای توقف ماشین خشونتبار و بی‌رحم این اعدام‌ها اقدام عاجل کنند. هر 6 ساعت یک اعدام جنایتی است که جمهوری اسلامی مرتکب می شود که نباید هیچ از آن را تحمل کند. جناب شرفی نام مطالبی بود. مسئله اینه که این مردم اصفهان انقلاب ساز واقعی بودند، یعنی در دوران پادشاه ایران ساز این مردم اصفهان بودند که ابتدا یک باره به طور جمعی اسلامشون عود کرد و ریختن تو خیابونا مرگ بر شاه و مرگ بر شاه رو شعار دادن که بعد در سایر شهرها هم متداول شد. حالا این مردم اصفهان باید جواب بدن به خاطر اینکه یک چنین در حال رژیمی رو عرضه کردن در ایران و صاحب قدرت کردن، مقصران تراز اول هستن. لذا موقعی که 3 نفر اونجا اعدام میشن باید شورش کنین، باید بریزین تو خیابونا، باید با آتش بکشین همه جا رو. ببخشید، این نیست که بشینین بازم تماشا کنن که 3 نفر اعدام میکنن 3 جوان بیگناه رو به خاطر اینکه رژیم قدرت نمایی کنه، ایجاد وحشت کنه، کسی حرکت نکنه. این دست باید همه مردم اصفهان دست رو بخونن، بدونن چرا این اعدام ها انجام شد. باید شورش کنن، باید حرکت هایی انجام بدن که رژیم متوجه بشه که از این راه دیگه نمیتونه تولید وحشت در جامعه بکنه. بله کاملا جناب شرفشاهین درست میفهمن که حتی یکی از این بانوان که در همین زندان دست به اعتراض زدن و از جمله خانم رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی، او میگوید برای ستاندن حقمان و برای رهایی جان 10 نفری که با اذان صبح فردا و روزهای آتی به دار آویخته خواهند شد، سکوتمان تأییدی است بر بیشرفی آمران و عاملان این جنایات و برابر است با حمایت همپیمانان بین المللیشان که منافع روابط دیپلماتیک را به تعطیلی سفارتخانه هایشان ترجیح دادند. او ادامه داد سکوت و پس نشستن ما و نالیدن و در لفافه محکوم کردن ما سهیم بودن ما است. در علم کردن شعبه های دار و دیگر جنایات رژیم که مسیر انقلاب از کف خیابان میسر است و تنها راه پیش رو سرنگونی بنیاد استبداد است. و همچنین خانم فائزه رفسنجانی در این تحصان گفت اگر حکومت در مجازات خلافکاران جدی است، پس کیفر عاملین کشتارها در دهه 60 و قطعهای زنجیری و جنبش سبز و غیرش شد. و افزود اعدام و گرفتن جان انسانها در جمهوری اسلامی به یک روند روزمره و نفرت انگیز تبدیل شده است و اعدام 3 نفر در اصفهان، 2 نفر در تهران، 209 اعدام در 5 ماه، 580 اعدام در 1 سال، 14 اعدام در 1 روز و 22 اعدام در 2 هفته و این مایه شرمساری است. جناب شرفشاهی و با دیگری در همین موضوع ایراد گرفتند و یک نماینده پیشین در مجلس شورای ملی گفت اگر به زعم خود در مجازات خلافکاران جدی هستند، از کیفر عاملان کشتارها در دهه 60، بعدهای زنجیری، جنبش سبز، دیماه 96، آبان 98، جنبش مهسا، به موشک بستن هواپیمای اوکراینی، بعدهای ناموسی و مجازات عاملان اسیدپاشی و غیره چه شد؟
آیا این قربانیان فرزندان این آب و خاک نیستند؟ چه فجایع دیگری بایستی رخ دهد تا متوجه شوند ارتباط با مردم را از دست دادن؟ و تا کی می شود بر خون مردمان حکومت کرد؟ سوء استفاده از دین برای حفظ حکومت به چه قیمتی است؟ وجدان و انصاف و عدالت پس کیلویی چند است؟ در پایان تأکید کرد به یاد داشته باشیم زندگی در چنبره دروغ و بی‌عدالتی اگر همگانی شود می تواند نظام مبتنی بر دروغ و برپا نگاه دارد و زیستن در دایره حقیقت نیز زمانی مؤثر است که به یک امر فراگیر تبدیل شود و در آن صورت پایه های نظام مبتنی بر دروغ را متزلزل خواهد کرد. یه همون مسئله ایست که باید همه به پاخی زنجیمه به شرفشایی اعتراض کنند و از گذشته عبرت بگیرند تا این نظام منخار برکنار بشود. بله، مسئله مهم همین نکته آخری که شما گفتین، به خاطر اینکه اگر فکر کنین در امریکا دلش میخواد این رژیم رو از صحنه دور بکنه، نمیخواد. یه رژیم کثافت این چنینی یه مهره‌ایه که به درد منطقه میخوره، به درد فروش اسلحه میخوره، به درد ایجاد نگرانی در منطقه میخوره، نقاط مختلف برای هو کنن بگن آقا این رژیم تروریستیه اونجا. ولی مردم نباید فریب اینجور مسائل بخورن و در انتظار این باشن که مثلا امریکا کمک کنه اینا رو برداره. نه، اگه میخواد برداره اینا رو نمی آورد. شرایطی که در ایران قبل از اومدن اینا حاکم بود بی‌نظیر بود در دنیا. اینا وحشت زده شده بودن از قدرت ایران که قدرت پنجم دنیا شده بود. بنابراین این که مردم انتظار داشته باشن امریکا، انگلیس، اسرائیل یا یک کشورهای دیگه بخوان اینا نجات بدن بیان به کمک، نه نمیاد. مردم باید بریزن تو خیابونا. اصفهان آقا آورنده این رژیمه، مردم اصفهان مقصران تراز اول هم. بنابراین موقعی که ست جوانشون رو اعدام میکنن باید یک شورشی بکنن که اینا متوجه بشن دیگه اعدام نتیجه نداره، اعدام کردن مردم نتیجه نداره. ولی همه نشستن تماشا میکنن، سه تا جوان رو تو اصفهان بیگناه کشتن و از اصفهان خبری نشد و این شگفت زده است برای همه مردم دنیا و ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی میکنن. این فکر نکنی که ما اینجا نشستیم بگین آقا اینا نشستن از راه دور میگن لنگش کن. نه، راه دومی برای مردم ایران وجود نداره. منتظر سیاست های خارجی نباشین، کمکی نمی کنن. اینا از وجود همین حکومت دارن استفاده می کنن برای منافع و مساله خودشون. بله آقای دکتر. برای جناب شب که در همون شب که قرار بود اعدام کنن، مردم اصفهان هم پیاده هم با ماشین های متعدد جلوی زندان رفتن، اعتراض کردن تا صبح اونجا موندن. ولی بعد فردا راه های ورود به زندان رو بستن و مانع ورود مردم شدن. بلا مردم اصفهان ایستاده بودن که مانع این اعدام ها بشن، ولی متاسفانه رژیم دست به ترفند دیگری زد و راه رو بر مردم بست و این کار رو ولی در هر حال مردم به جان آمدن. در بنده فکر کنم یک قیام عمومی چندان دور نیست از فقر و گرسنگی و فسادی که حاکم است. همین خبری بود که فرشای کاخ سعدآباد رو بردن فروختن، ایران رو دادن، هرچه ثروتش و هستیش رو میفروشن، دزدن، غارت کردن. دیگه علی خامنه ای هم میکوشد به ترفندهای مختلف برای ادامه حکومتش و تداوم آن به آقازاده ادعیه بر کنار میکند. هیچ توجه ندارد که در کشور چه میگذرد، مردم تا چه حد ناراضی هستند. بی گرانی و فقر و بشا و فساد بیداد میکند. علی خامنه ای همچنان در نقش بند
در بند نقش ایوان خیش است و به این مسائل توجه نمی کند و خدا کند که عاقبت این جنبش به نتیجه برسد و این چنین عزیزان ما جانهای عزیزشون رو از دست ندهند و قربانی صفاکی و جنایت این رژیم نشد. بعد من آقای دکتر جنبشی به اون شکلی که شما مطرح میکنین رو نمیبینم. زمان پادشاه فقید اون مملکتی که با اون همه تمدن و ترقی و پیشرفت و زندگی راحت داشتن که زیر دلشون رو زد و همشون ریختن تو خیابونا، همین مردم اصفهان اولین مردمی بودن که شروع کردن عرض کردن فریاد مرگ بر شاه و حرکت‌های جمعی و گروهی. حالا اصلا ما نمی‌بینیم همچین داستانی در اصفهان. سه تا بچه رو جوون رو اعدام کردن بیگناه. حالا چه حرکت آنچنانی در اونجا انجام شد ما به هر حال نمی‌بینیم که این وضعیت تا کی میخواد به همین شکل ادامه پیدا کنه. مردم همه نقاط ایران به ویژه همین اصفهان که عرض کردم مقصرین اول انقلاب از آوردن این انقلاب هستن، باید حرکتاشون گروهی و جمعی باشه. تولید وحشت رو بذارین سپاه پاسداران بکنه که با این مردم چه بکنه. اعدام سه تا میکنی، چهار تا میکنی، پنج تا میکنی، ولی باید نشینین که همتون یکی بعد دیگری اعدام کنن بگیرن. باید حرکت کنین. این خانوما و آقایونی که تو خونه هاشون نشستن نظارگر این اعدام هستن، نوبت اونا میرسه دیگه، دونه دونه دارن اعدام میکنن. شغل و کار این یارو دیدم یه تو فیسبوک یه نفر داره داد میزنه بیداد میکنه که این مملکت بدون اسلام دوز دارن برای ما نمیارزه. حالا قیافه خودشان به قول بچه ها ده سنت هم نمیارزید، ولی حالا میگه دوز دار برای من نمیارزه. اینا درباره ایران اینجوری فکر میکنن. من واقعا وقتی میشینم نگاه میکنم میگم در اصفهان سه تا فکر هرگز فکر نمیکردم اینا رو اعدام بکنن، ولی اعدام کردن. برای چی؟ برای تولید وحشت. نباید فریب بخور، باید حرکت کنید. موقعی که میخوان اعدام کنن بریزین از اون تناب دار و همه مسائل به آتش بکشین، بریزین از بین ببرین. یک کاری اینجوری باید کرد که مملکت آزاد بشه. والا خب سپاه پاسدارا داره دزدی های خودشو میکنه، پولای کلونی که داره به جیب میزنه به خارج از کشور حساب های خودشو میذاره، بچه هاشون رو برسدن اونجا، بهترین زندگی، بهترین آپارتمان ها، بهترین ویلا ها، خونه ها رو اینجا در کانادا و استرالیا و امریکا و انگلیس اینا همجید دارن، دارن زندگی راحت میکنن. پول هم که کلون دزدیدن آوردن. اینا دزدی براشون اصلا مسئله نیست. دزدیدن الان دیگه منطقی شده برای این حکومت. این وابستگی و مسئله مربوط به مردمه که باید خودشون از دست این رژیم نجات بدن. هیچ کسی نمیاد این مردم ایران رو در شرایط کنونی نجات بده. اینا همین رژیم رو میخوان. آقا تولید دردسر میکنه، نقاط مختلفه هم فریاد بزنن آقا اینا تروریستن، اینا فلانن، یه مقداری اسلحه بفروشه به این کشورها. الان اوضاع اصلا به شکلی شده که همه چیز داره تغییر میکنه. الان دیدم امارات از نخست وزیر اسرائیل دعوت کرده بیاد اینجا. کی همچین شرایطی رو فکر میکردیم در جهان اصلا ما در ایران اتفاق میفته در رابطه با ایران؟ خب این مسائلیه که بی ارزشیه رژیم حاکمه که فقط شعار میده، بوق میزنه، داد میزنه، مردم اعدام میکنه که ساکت بشن. خیلی ممنون آقای دکتر، محبت کردین. تا هفته آینده. با سپاس از جناب علی و بینندگان گرامی شما و به امید آزادی ایران. بسیار ممنون. بریم سراغ آقای سیاوش عبستای عزیز، ببینیم ایشون در رابطه با مسائل ایران چه مطالب جالبی دارن که در اختیار ما بذارن. درودی بر شما. درود بر شما استاد سیروس شرفشاهی. درود برام به کارگردان برنامه و درود به برادرم مهندس امیر شجره و همه مهمانیارانی که نشستن و ما رو میبینن. حالتون چطور استاد شرفشاهی؟
بسیار ممنون از محبت شما. شما رو که میبینیم حالمون خوب میشه، چون میبینیم که مجموعه ای از مطالب جالب رو میارین اینجا که در اختیار همه ما و بینندگان قرار بدیم. قرار شما حدود 40 سالی که این نشریه رو روزنامه فیلسوف ایران رو منتشر کنید، امروز دیدم شماره 12426 واقعا آفرین داره یک تنی در میدان مطبوعات در سر تا سر جهان ما بگردیم، چنین تلاشی رو از یک مرد نمیبینیم. روزنامه های دیگه همه 10 نفر 100 نفر 200 نفر 1000 نفر کارمند و دفتر و دستک دارن، ولی شما دست تنها واقعا 37 سال 38 ساله این نشریه رو منتشر میکنید و شماره 12000 خیلی مهمه. 426 بهتون شاد باش میگم و خسته نباشید استاد شرف. با شما بسیار ممنون از محبتتون. کاری دیگه دست ما بر نمیاد، فقط هموطنانمون از مطالب و رویدادهای داخل ایران آگاه بشن. از ردیف اعدام ها که هر روز 3 نفر 5 نفر 7 نفر اعدام میکنن، احساس نمیکنن که این جوونی رو که داری تو دار میزنی این اصلا چشم و چراغ خانواده شه. این همه دعوا، ولی آقای مسئله که گفتم اینه که سکوت مردم در این زمینه منو شگفت زده کرده که موقعی که دیگه میخواد 3 نفر آقا تو اصفهان اعدام بکنن، آقا اصفهانی ها تو که انقلاب آوردی، تو که این رژیم رو به ما تحمیل کردی، خب حرکت کن لااقل جبران کنین داستانو. هرچی میگیم فریادمون به جایی نمیرسه و این مردم همچنان خواب آلوده نشستن تا نوبت خودشون بشه. استاد شرفشاهی، مشکل همینجاست که این قضیه مال دیروز و امروز و اصفهان نیست. همین اصفهان ما یک بار تمام مردهاش قتل عام شدن، شهر سپاهان بوده اسمش، تمام مردهاش قتل عام شدن، گردنهای اینها رو زدن. شما فکر کنین یه نفر گردن میزنن چی؟ بعد صدها هزار نفر که در این شهر زیبا و تاریخی بودن، در شهر سپاهان که بر اساس نوشته های استاد فریدون جنیدی اصفهان، همین اسپاینی که ما داریم اسپاین بر اساس سپاهان هست که ساخته شده این کشور، همچنان که جرمنی همون گرمان ماست، گرمان همون کرمان ماست. حالا بگذاریم روی بحث فلسفی وارد نمیشیم و تاریخی، اما استاد شرفشاهی قضیه مال امروز دیروز نیستیم. مردم 1402 سال است. هر انسانی که چه ارز کنم انسان میگه تاریخ 1402، باید پیش از اون بدانه که یعنی 1402 سال هر روز قتل عام یک مردم آزاده در سرزمین ایران آیه ای. 1402 سال مال امروز نیست که. بعد مستر چرفشایی در این، برای اینکه مهربانیارانی که یک نشان یک تباری از سیدی و سادات اینا دارن، خصوصا که سیاوش اوستا همین چه سادات تازی رو نقد میکنه، مهاجمین و اشغالگران به سرزمین آریایی، من میخوام بگم که این انقلاب نوین دختران سرزمین آریایی که رهبریش مال دختران آریایی است و جوانا فرزندان دلیر ما، اینا پدافند هستن در دفاع از دختران ما و در میدان نبرد و مبارزه و در جشن و شادی و رقص و پایکوبی همه و سکس واقعا لخت بیرون اومدن، یعنی بی حجاب و تابستانی قدم زدن توی ایران، الان یک نوع مبارزه است استاد چرخشه. اینا قبلا گفتم میگم، حالا میخوام اینو بگم، همین بچه‌هایی که دیروز تو اصفهان اعلام شدن اینا سیدن، قهرمان و سید مجید کاظمی، سید صالح میرهاشمی. خجالت بکشید کسانی که شناسنامه ایرانی دارید. این جوانان دلیر و دلاور که میتونستن برن تو سپاه، تو بسیج، بالاترین پستای حکومتی رو بگیرن، قهرمان بوده، قهرمان رزمی بوده میرهاشمی مثل بقیه بچه های دیگه، قهرمانانتون رو دارن باز میکشن. اینها همون هرمزان رو دارن میکشن و بابک خرمدین. بابا استاد 1402 ساله که این مردم خودشون رو تسلیم کردن. استاد شرفشاهی من دیگه چون این قبلا گفتم، حالا هدیه به برنامه شما بگم که بدونید ما تا چه حد رشد خردگرایی و آگاهی دادن به مردم موجب میشه که این انقلاب سریع به پیروزی بشه، میرسه موجب میشه که همونی که الان میبینیم هست.
موجب میشه که همین میگن بیزارم از دین شما، موجب میشه همین که بیگانه در ایران است. حالا یک خبر مسئله مهمی که میخوام دوباره تاکید کنم، چون اینو من هفته پیش گفته بودم و قبلا چند نفر از ایران به من زنگ زدن که به طنز اوستامان هر موقع با زنمون کار داره میگیم سلام. زن ما هر موقع با ما کار داره، منظور شب هاست استاد چرفشایی، زن ما هر موقع کار داره میگه سلام. حالا بگم بهتون این یعنی چه سلام؟ من گفتم دیگه میگم، برای شما میگم استاد چرفشایی، بارها گفتیم از قدیم تا الان هم دانشمندان، اندیشمندان، مورخین ما گفتن، آخرین فردی هم که اینو تایید کرد استاد فریدون جنیدی است. حالا بگذاریم که بقیه هم گفتن در طول تاریخ، من سخنان تاریخ رو بازگو کردم تا این 40 سال و رنگ و لعاب نو و تازه بهش دادم. حالا وقتی یک تازی رو که اومده بود گردن هزاران نفر در سپاهان و نیشابور و توس و شهر ری و تبریز و سیستان و بلوچستان میزد، سرار میزدن همین تک 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 تک، یکی فیلم هست بعدا بهتون نشون میدم. اونجا تو خیابون وقتی اینا دیگه در حکم چون بود شهر، اگه یک ایرانی از خونش میمد بره نون بخره یا کاری بکنه، چه زن چه مرد اینا رو میدید، تازیه رو تو خیابون میدید، باید میگفت السلام علیکم، بیام سلام، یعنی من سلام از تسلیم میاد، یعنی من تسلیم میدم. حالا یارو اگه پولدار بود، آیا شرفشایی استاد اگه پولدار بود، یعنی در خونه‌ام که من وا کردم اومدم این سلام بفرم مالشو ببر تو هر کار بخوای بکن. اونجا سگهای ما بودن که پاسداری میکردن، بینا حمله میکردن، اینا سگا رو میکشتن و میگفتن سگ نجس فلان، برای این سگا رو میکشتن و میرفتن خونه صاحب میشدن، مثل کاری که نازی‌های هیتلر کرد وقتی که اومده بود پاریس، همین جاهای ما رو اینا رو بربر همه خونه رو گرفته بود، خونه قشنگ. حالا اگر طرف خانه نداشت، زندگی نداشت، مستاجر بود، وضع مالیش خوب نبود، وقتی میگفت سلام استاد شرفش، شوخی نیست ما، به این واقعیت و این معنی تاریخی این کلمه و عمل کردن به این، وقتی میگفت سلام یعنی من زنم، کنیز تو، تسلیم تو، بیا بریم تو خونه هر کاری میخوای بکن، اگه مردم، پسرم، پسر بچه‌م، غلام بچه‌م، غلام تو هم، غلام علی، غلام حسین، غلام محمد، غلام غلام، از قول من میاد. یعنی 40 سال پیش من نوشتم در کتاب آیین اوستا، 40 سال پیش نوشتم، تا الان از مردم میسرسی بچهش غلام دیگه هیز نمیزنی که استاد چرفشایی. خب غلام هم اگه بود، یعنی پسر وقتی میگفت سلام یعنی بیا بریم تو رخت خواب. ملت ایران بدانید که وقتی شما میگید سلام، اگه زنی یعنی بیاد تازی سوارت بشه، و اگر مردی همچنین. خود اعراب استاد چرفشایی که به هم میرسن، من همه کشورهای عربی رو رفتم زبانم برم، وقتی که به هم میرسن که نمیگن سلام، که میگن مرحبا، کیف حالک، بعد میگن استاد چرفشایی اهلا و سهلا، یعنی شما اومدی اینجا تو خونه ما، تو خیابون، تو کوچه، اهل ما، این فامیل ما، این خانواده ما هستی، پذیرایی ازتم آسوده. حالا این قهرمانان ما مثل همین بچه که اعدام کردن، مثل بچه که 1400، من از همه میخوام اگر میهن رو دوست دارید، اگر آزادی میهن رو میخواید، به این اعدام دیروز اکتفا نکنید، تأکید کنید 1402 سال و شهرهای بزرگ ما رو قتل عام کردن. خالد ابن ولید گفت من نهری از خون راه میندازم، بهش گفت بابا مرد حسابی، خون تا بیاد پایین لخت میشه، نهر نمیشه که، بابا از سب آب با میکرد، سرها که کوبه قد کرده بودن استاد چرفشی، سرها گنبد و مناره شده بود، این حد جنایت کردن. حالا قهرمانان ما مثل این بچه ها رو اعدام میکنن، قهرمانن اینا، اینا کاراتکار، کنفوکار، الان بچه، الان زنهای ما رفتن این کار میکنن. بعد از همه مهمتر دانشمندان ما، توماج صالحی استاد شرفی یه دانشمنده، توماج رو شما ببینید کاراش حدود 1000 تا کار داره، شعر بهترین ضد اندیشه و تفکر نظام خشن و ضد انسانی تازیان، شعرش پرفکت، موزیک پرفکت، فیلم برداری پرفکت، جستاش پرفکت، اندیشهش پرفکت. خوشبختانه من امروز یه فیلمی داریم الان دوشون میدن دوستان، همونطور که هفته پیش با آگاهیتون رسوندم، یک وکیل شجاع جوان فرانسوی پیدا شده که شبنم خسروی، دختر خاله
توماج صالحی از ایشون خواستش، دعوت کرده که پرونده دفاع از توماج رو به دست بگیره. این جوان رشید واقعا دلیل، این جوان خوشتیب آقای شرفشاهی، استاد شرفشاهی، این دکتر دیلان سلامه وکیل فرانسوی یه شخصیتیه که هر 15 دقیقه یک مشتری داره تو دفترش، که 2-3 روز میشینه مشتری ها رو میگیره، بعد 2-3 روز دیگه هفته میره دادگاه. و در کانون وکلای فرانسه یک جوان ورزیده است که پست حساسی در دادگاه داره. اجدا همین هم فیلم میشه، این فیلمش الان میبینیم، ببینید که این دیلان سلامه دفاع از اینو که به عهده گرفته. هیچ استاد شرفشاهی شکایتی علیه جمهوری اسلامی به سازمان ملل در ژنو هم تقدیم کرده و این بسیار خطرناک خواهد بود برای جمهوری اسلامی در سطح جهان. ببینیم فیلمو. Immense honneur et responsabilité de défendre Toumage puisque je suis son avocat français. Bravo! Ah, bravo! توماج امروز تقریبا 200 روزه که در انفرادی وضعیت شکنجه بوده. ما خیلی کارهای قانونی هم انجام دادیم برای آزادی توماج و پرونده دفاعش و شکایت از جمهوری اسلامی رو با وکیلمون دیلان اسلاما به دادگاه لاهه در ژنو رساندیم. امروز روز طوفانی هست برای آزادی توماج و آزادی همه قهرمانانمون. این طوفان در فرانسه در چندین تا شهر بزرگ انجام میشه، پاریس، بوردو، نیس، گرنوب، مونپلیه و همچنین در خیلی شهرهای بزرگ اروپایی انجام میشه. J'ai déposé effectivement au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, c'est-à-dire à Genève, une plainte pour alerter non seulement le Conseil des droits de l'homme sur la situation de Toumage, on a parlé de lui, c'est un jeune homme extrêmement courageux, je pense qu'il faut le dire aussi, qui se bat pour son peuple et pour son pays, et donc... Que faut-il faire en France pour qu'on respecte enfin la présomption d'innocence? Ça veut dire que on peut se laisser voir rappeler pendant des mois et des mois, des années et des années, que on est quasiment coupable, que finalement on devrait partir parce qu'on est seulement mis en examen, et on ne pourrait rien dire. Alors bien sûr... Écoutez, c'est un énième épisode de ce qu'on constate, je pense, depuis 20-30 ans en France, et j'ai même envie de dire dans le monde, mais particulièrement en France, c'est l'échec de la politique anti-stupéfiant qui est totale. Ça veut dire que on n'arrive pas à lutter contre le stupéfiant et la répression. Salut, l'arrivée avec quelques secondes de retard de Dylan Slama. Vous êtes avocat. Un homme a été condamné vendredi dernier à Pompien, qui en a 25. Ça va devenir un sujet pour moi. Ça, je vous le dis clairement. Ça, oui, ça va devenir. Et pour tous ceux qui nous écoutent. Qu'il a droit à un avocat. Non, mais c'est pas. C'est pas. Non, mais évidemment qu'il a droit à un avocat. Bonsoir, maître Dylan Slama. Bienvenue. Bonsoir. Jeune avocat pénaliste au bureau de Paris. Je dis jeune, ça n'est évidemment qu'un constat, mais c'était pour faire écho à la présence de votre aîné il y a quelques instants sur ce plateau, maître Henri Leclerc. Et vous partagez ce sentiment, maître Slama? Je partage ce sentiment. J'ai l'immense. وکیل جوان و شجاعی رو میخوام به شما بگم، شجاعتی که داره، حتی اومد تو استودیوی ما و اعلام کرد که من حتی با پشتیبانی سازمان ملل و امنیت باشه حاضرم حتی برم تهران ایران از این جوان دفاع بکنم. حالا میخوام این رو به شما بگم استاد شرفشاهی، ایشون اینقدر محبوب این جوان در فرانسه که هفته ای 2-3 بار دیدید رو رسانه ها و تلویزیون های مختلف فرانسه حضور داره برای دفاع از انسانیت و آزادی و حقوق بشر. و بعد من میخوام از همه مهربان یاران در سراسر جهان تقاضا بکنم در هر شهر و کشوری یه دونه وکیل اینجوری پیدا کنید، یک دونه وکیل که برای دفاع از زندانیان سیاسی و توقف اعدام در ایران، اینا برن آبرو جمهوری اسلامی رو ببرن همه جا. من از همه این خواهش میکنم که این کارو بکنن. دیان سلامهای خودتون رو پیدا کنین تو کشورتون و فعال کنین. بسیار ممنون از شما. برنامه ما متاسفانه تموم شد. میخواستم مطالب دیگری رو با شما مطرح بکنم که انشاءالله برای هفته آینده. از شما تشکر میکنم به خاطر حضور در این برنامه و مطالبی که برای ما آوردی. بینندگان عزیز، روز شبتون خوشی داشته باشید. استاد چرمشایی با سپاس از کارگردان برنامه، خدا نگهدار. بسیار ممنون.
بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقزدوست، سیاوش عبستاق و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.